سوء استفاده بوده در ماه نوامبر 2009 که مطبوعات فرانسه بهش پرداخته بودن. پولهای سفارت ایران در بانک فرانسه از سوی دو تن از کارمندان سفارت برداشت میشه. در این مورد ممکن توضیح بدید؟ بله، در ماه نوامبر، حدودا 20 نوامبر بود، چند روز پیش از اون، بانک مرکزی در فرانسه به سمت بانک ها کنترل میکنه هر بانکی که اینجا هست و حرکات پولی که انجام میشه. اینها متوجه میشن که 600 هزار یورو از پولهای سفارت در صدها عملیات بانکی توسط یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی در پاریس فرستاده شده به یک، اینجا میگن پارادیس فیسکو، یعنی کشورهایی که درش پولشویی انجام میشه و حساب کتابی نداره، و این پولها بعدها برگشته رفته به حساب دو نفر دیگه از کارکنان. بنابراین سه نفر اینجا مضمون هستن. بانک مرکزی طبق وظیفه که داره اطلاع میده به حسابداری سفارت و از اونها میخواد که بررسی کنن. اینها من فکر میکنم که وظیفه‌شون هم این بوده و ناچار بودن که نمیتونستن این رخداد رو مسکوت بذارن. بله. شکایتی میکنه سفارت، اینجا رسم است که میگن بله شکایت بر علیه ایکس، کسی که مشهور معلوم نیست، حالا دیگه پلیس و اینها دارن، این شکایت بلافاصله به دادسرای پاریس میده و تحت اقدام هست. این پولها هم پولهایی بوده که گفتن پولهای ویزا و مسائلی بوده که سفارت از مردم میگرفت و اینها. به هر حال من تصور میکنم که روزهای آخر هست و همه به فکر پر کردن جیباشون باشن. از نظر من این میتونه این باشه، چون این مسائل شاید هم یک آیسبرگ باشه، یعنی کوه یخی 600 هزار یورو نوک کوه یخی، حالا ما زیرشو نمیبینیم دیگه، زیر آبه. بله آقای دادست، یک گروهی از سفرهای سابق فرانسه تشکیلی، یک گروه لابی درست کردن که مسائل بین فرانسه و ایران رو به طور غیر رسمی فیصله بدن. این گروه واقعا موجودیتش در چه وضعیه و چه کسانی عضوش هستند و آیا کمپانی نفتی توتال هم تا حدودی با اینها ارتباط داره در این جریانات؟ این گروه از یکی از وزرای سفرایی که یک ژورنالیست تلویزیون هست که در حقیقت سرپرستی اون یه خانومی از عهده گرفته، و اجازه بدید من اینو الان براتون بیارم چون نامهای اینا و به شما عرض کنم. و چند تا از یکی از سفرهای سابق فرانسه در ایران هست و یک شخص دیگه هم هست که ایشون در زمانی که با مسئله گرجی در اینجا جریان داشت، اینها داشتن معامله میکرد با ایران، بنابراین در مورد معامله استاد، در مورد معامله با ایران. این به نام انجمن دوستی فرانسه و ایران هست و رئیس افتخاریش هم پیر لفرانس هست که در سالهای 80 به اصطلاح در این ماجراها شرکت داشته. میشناسن ایرانو. فرانسوا نیکولو سفیر فرانسه بوده در سال 2001 تا 2005 در ایران، و چند نفر دیگه هستن. این دیدی دسترومو، این سفیر پیشین بوده در مارس، ولی در جریان گرجی معاملاتی رو با ایران انجام داده. اینها در حقیقت میخوان مثل انگلیس ها یا سایر کشورها مسائلشون رو پشت پرده حل کنند. اشاره کردید به وحید گرجی، میخواین بفرمایید که دقیقا گرجی کی بوده برای کسانی که ممکنه ندونن آقای گرجی در دهه 80 میلادی چه نقشی داشته در جریانات بین ایران و فرانسه در بمب‌گذاری هایی که در پاریس صورت گرفت؟ لطفا مختصر بفرمایید. بله. وحید گرجی پدرش یک پزشکی بود، هنگامی که آقای خمینی در فرانسه بود، در آغاز خونش رو در اختیار آقای خمینی گذاشت و از اونجا ندید. وحید گرجی کارمند محلی استخدامش کردن و به عنوان مترجم بود. وحید گرجی البته تنها نبود، بسیاری کسان دیگر هم بودن که در این مسئله بمب‌گذاری‌ای که در چند نقطه پاریس انجام شد در نقش لوجستیکی رو، در حقیقت پشتیبانی رو انجام میدادن، و این ماجرا به قطع روابط سفارت ایران و فرانسه اتفاق افتاد و ایشون مدتی در سفارت پناهنده بود و پلیس هم سفارت رو گرفته بود در پاریس و جریانش. پس در مورد این آقای ابوطالبی میتونیم بیشتر صحبت کنیم؟ درسته که ایشون هیچ آشنایی به زبان فرانسه نداره؟ بله، من بهره میگیرم از کتابی که در ماه می 2009 به وسیله آقای ایو بونه که
که در سال 1982 تا 85 رئیس دست سرویس ضد جاسوسی فرانسه بوده و به تازگی انتشار داده در مورد به نام وواک و سرویس آیت الله، وزارت اطلاعات و امنیت در خدمت آیت الله ها. بیشترش در مورد مسائل ایران هست. ایشون میگه که جمهوری اسلامی سیاستش رو، سیاست اطلاعاتی و عملیاتیش رو یه مقداری عوض کرد و در حقیقت فرماندهی مرکز اطلاعاتی رو که در پیش از این در اروپا بود و از زمان شاه هم مونده بود در سوئیس بود، منتقل کرد به تهران به خاطر مسائل امنیتی، ولی در عوض یک بخش بزرگی رو به عنوان دیپلمات وارد فرانسه کرد. یعنی الان فرانسه مرکز اطلاعات عملیاتی وزارت اطلاعات، یا بهتر بگم سپاه پاسداران، چون وزارت اطلاعات هم الان مدتی است که بخش‌های مهمش رو سپاه پاسداران اطلاعات در دست گرفته و بیت رهبری در ایران. دیگه وزارت اطلاعات تقریبا یک حالت اداری پیدا کرده که حتی بسیاری از کسانی که در تظاهرات دستگیر شدن ترجیح میدن که توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدن، لااقل ازشون نام‌نشانی باقی میمونه تا سرویس‌های دیگه‌ای که 7-8 سرویس های اطلاعاتی در ایران هست که معلوم نیست اینا رو کی اداره میکنه. آقای ایوونه میگوید که سفیر قبلی آقای آهنی به علت تقریبا میشه گفت بی‌عرضگی و یک اصطلاحی که بهش میگه در حقیقت نمیتونسته اداره بکنه، سهل‌انگار بوده. اینها آقای میرابوطالبی رو میبرن که در سال 1995 هم کاردار بوده در فرانسه. ایشون اون موقع هم بوده، الان هم هست، ولی خب زبان فرانسه یاد نگرفته، حتما وقت نداشته، من نمیدونم. ایشون در گفتگوی هم که با تلویزیون کرد من دیدم به زبان فارسی سخن میگفت و این آقا اومده اینجا از سال گذشته بود یک سال نیمه و در پی تغییر سیاست های اطلاعاتی در مورد اپوزیسیون در اروپا است، مخصوصا به ویژه در فرانسه، برای اینکه گروه سبز ها بیشتر مخالفینی که جزء گروه سبز ها بودن، حالا سینماگر بودن، هنرپیشه بودن، اینها اومدن در فرانسه. بله. یکی به خاطر این آقای ایوونه میگه این به این خاطر اینو عوض کردن و ایشون آوردن. خب فرمودین که آقای ایوونه گفتن که تاکنون سرویس های فرانسوی دست کم 10 تن از اعضای اطلاعاتی سپاه پاسداران رو شناسایی کردن. شما هم در جای گفته بودید که 3 تن از پاسداران پناهنده شدن به فرانسه، ممکنه در این مورد صحبت بفرمایید؟ من ماه پیش 3 نفر از پاسداران از ایران به فرانسه اومدن و درخواست پناهندگی کردن. البته تعداد زیادی هم هستن که فکر میکنم جای دیگه رفتن. من یه آماری داشتم از هامبورگ در آلمان که صدها ایرانی به اونجا پناهنده شدن و پرونده‌هاشون در حال رسیدگی است. اینه که البته اینها نامشون تا حالا نگفتن، بسیاری دیگه هم هستن که در خود سفارت ها و از ایران اومدن ولی منتظرن ببینن که اوضاع احوال چی میشه و نمیخوان نامشون رو بشه، ولی درخواست پناهندگی کردن. سرویس های اطلاعاتی اینها سیستمی که دارن، خب مسلما ایوونه معتقده که ایرانی ها اکنون همون روش های سوویتیک یا اتحاد شوروی رو مثل KGB و GRU و اینها رو استفاده میکنن. آیه ببخشید معذرت میخوام، ایشون معذرت میخوام، اسم این شخص آیا در کتاب آقای ایوونه روشن شده؟ بله اسمش اومده، ولی من نیازیست اینجا بگم، هم نظر اخلاقی هم نظر حقوقی، چون این آقا به اتفاق یکی دیگه از ایوونه شکایت کردن در دادگاه مطبوعات در پاریس. خب اگر شکایت کردن دعوتش کردن در برنامه، پس اگر شکایت کردن پس مسئله علنی، لطفا اسمشون رو بفرمایید. آقای احسان نراقی. بله آقای احسان نراقی موفق شده که آقای پولیتی رو در ایران بفریبه، یعنی نشون میده که آقای پولیتی آنچنان هم دیپلمات خبره‌ای نیست، همونطور که گفتم بیشتر اهل ادب و ادبیاته و یه شخصی رو اونجا معرفی کرده، در کتاب اومده که مسئول روزنامه بتور رو در ایران. این آقا موفق شده که ایوونه رئیس سابق دسته از این آقا به عنوان مأمور سه جانبه نام ببره. در اصطلاحات اطلاعاتی و اینها مأمور دو جانبه هست، ولی مأمور سه جانبه یه مقدار خیلی نادره، کمیابه.
ایشون اینطوری که ایشون میگه یعنی خب با جمهوری اسلامی بوده، با دوران دولت شاه بوده و جالب اینه که با خود دی‌اس‌ای هم ایشون همکاری میکرده. بله. و موفق شده که اینها رو چند بار فریب بده.